ورزش هایی وجود دارد که از هیجان بالایی برخوردار بوده و در مقیاس بین المللی مدیریت می شود. اغلب این ورزش ها ورزش های پرطرفداری هستند که به ویژه در کشورهای توسعه یافته بسیار پولساز است و میلیاردها دلار نصیب ورزشکاران و مسئولین می کند. رکسانا هستم، با ما همراه باشین تا با 10 ورزش محبوب جهان آشنا شوید. شماره 10، ورزش گلف حدوداً 450 میلیون هوادار در سراسر جهان دارد که عمدتاً آنان در اروپای غربی، آسیای شرقی و آمریکای شمالی هستند. بازی گلف به این صورت است که در آن طی مدت زمانی مشخص بایستی با کمترین تعداد ضربات ممکن توپ را وارد هدف کرد. این ورزش نوین برای اولین بار در اسکاتلند ظهور کرد و سپس وارد بریتانیا شده و از آنجا نیز به دیگر نقاط جهان پخش شد. شماره 9، راگبی برای اولین بار در بریتانیا و کشورهای مشترکان منافع دیده شد. تعداد تخمینی هواداران این ورزش چیزی در حدود 475 میلیون نفر در سراسر جهان است. بنیان این ورزش در انگلستان و دوره قرون وسطا پایه‌گذاری شد. راگبی از بریتانیا به کشورهای مستعمره آن یعنی استرالیا و نیوزیلند وارد شد. در هر تیم راگبی 15 بازیکن حضور دارند که بایستی توپ را با همکاری هم کرده و به انتهای خط پایان برسانند تا امتیاز کسب کنند. شماره 8، بیسبال در حدود 500 میلیون هوادار در سراسر جهان دارد که بیشترینشان در آمریکا، جزایر دریای کارائیب و ژاپن زندگی می‌کنند. در بازی بیسبال هر تیم دارای 9 بازیکن است. بازیکنان برای کسب امتیاز بایستی با چوب به توپ ضربه زده و طرف مقابل توپ را بگیرد. در قرن 19 تا قبل از ظهور بیسبال در آمریکا ورزش‌های بسیاری در این کشور وجود داشت. این ورزش از آمریکا به دیگر نقاط جهان گسترش یافته و کم کم تکامل پیدا کرد. شماره 7، بر اساس تخمین‌های انجام شده ورزش بسکتبال در حدود 825 میلیون هوادار در سراسر جهان دارد. این ورزش توسط دکتر جیمز اسمیت در آمریکا ابداع شد. او بسکتبال را به عنوان جایگزینی برای فوتبال آمریکایی معرفی کرد، چرا که این ورزش قابلیت انجام در محیط‌ها و سالن‌های بسته را داشته و خطرات احتمالی کمتری نیز دارد. شماره 6، تنیس روی میز در جمله ورزش‌های پرطرفدار جهان محسوب می‌شود که حدوداً 875 میلیون هوادار در سراسر دنیا دارد. این ورزش برای اولین بار در انگلستان و قرن 19 هم دیده شد که نمونه کوچک شده از تنیس روی چمن بود. این ورزش به طور گسترده با عنوان پینگ پونگ نیز شناخته می شود. تعداد بازیکنان این ورزش از 2 تا 4 نفر متغیر است که بایستی برای کسب امتیاز در آن با استفاده از راکت به توپ بسیار سبک ضربه زده تا از روی تور وسط عبور کرده و به زمین حریف برخورد کند. شماره 5، والیبال چیزی در حدود 900 میلیون هوادار در سراسر جهان به خود اختصاص داده که بیشترین آنها در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی هستند. این ورزش توسط ویلیام مورگان در سال 1895 در آمریکا ابداع شد. والیبالی که اکنون شاهدش هستیم حاصل تکامل چند ساله اخیر است. هر تیم در این ورزش 6 بازیکن دارد که بایستی توپ را از روی تور عبور دهند. شماره 4، تنیس با 1 میلیارد نفر هوادار در سراسر جهان یکی از ورزش‌های پرطرفدار عصر حاضر به شمار می‌رود. گفته می‌شود انواع مختلف تنیس در کشورهایی نظیر مصر، روم، یونان انجام می‌شده است. اما بازی تنیس که اکنون در دنیا وجود دارد اولین بار در فرانسه دیده شده است. تنیس از فرانسه به اروپا و سپس دیگر کشورهای جهان وارد شد. در این ورزش بازیکنان برای کسب امتیاز بایستی توپ را با استفاده از راکت از روی تور عبور داده و وارد زمین حریف کند. اگر حریف نتواند توپ وارد شده به زمینش را با ضربه زدن به زمین رقیب هدایت کند، امتیاز را از دست خواهد داد. شماره 3،
هاکی روی چمن ورزشی محبوب و پرطرفدار است که توانسته چیزی در حدود 2 میلیارد هوادار در سطح جهان به خود اختصاص دهد. عمده حامیان این ورزش در اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا هستند. این ورزش برای اولین بار در انگلستان و سده 1800 میلادی پا به عرصه گذاشت. این ورزش شباهت زیادی به فوتبال دارد، با این تفاوت که بازیکنان به جای پاهایشان باید با استفاده از چوب توپ را هدایت کنند. هاکی روی چمن در کشورهای هند، استرالیا و پاکستان بسیار پرطرفدار است. شماره 2. کریکت با 2.5 میلیارد هوادار در جهان دومین ورزش پرطرفدار دنیا محسوب می شود که عمدتاً در بریتانیا و کشورهای مشترک منافع دیده می شود. کریکت در انگلستان و قرن 16 ابداع شد که در قرن 18 به عنوان ورزش ملی این کشور نیز انتخاب شد. این ورزش دارای 2 تیم و هر تیم متشکل از 11 نفر است. بازیکنان برای کسب امتیاز با یه سی توپی را که توسط چوب بدان ضربه وارد می شود را گرفته و سپس بدوند. و در آخر شماره 1. بر اساس تخمین‌ها و برآورده های انجام شده نیمی از جمعیت جهان خود را هوادار ورزش فوتبال می دانند. این ورزش حدوداً 4 میلیارد طرفدار در سراسر دنیا به خود اختصاص داده است. قدمت فوتبال کهن به قرن 2 میلادی و سرزمین چین باز می گردد. همچنین رومی ها، یونانی ها و ژاپنی ها نیز از جمله اولین بازیکنان فوتبال دنیا بودند. اما فوتبال نوینی که اکنون می شناسیم برای اولین بار در انگلستان دیده شد که به سرعت طرفداران بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. این ورزش بیشتر از هر جای دیگری در قاره‌های اروپا و آمریکا هوادار دارد. خیلی ممنون از تماشای ویدیو. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید.